سرخط خبرها. قرار افغان‌ها و جایگزین شدن پاکستانی‌ها هدفی در پس حمله‌های توپخانه‌ای اسلام‌آباد بر کنند. مستقیماً در پاکستان استخبارات و جنگ کرده. نظامیان افغانستان در نبرد اعلام ناشده با پاکستان قرار دارند. مخامخم جنگیدم. اعتراض بر قانون مالیات بر عایدات. فروشندگان در کابل فروشگاه‌هایشان را بستند. می‌گویند این قانون عادلانه نیست. یک رفعه مالیه جواز کاری بلند را نمی‌گیریم. کاخ ریاست جمهوری آخرین نامزد وزیرش را هم به مجلس نمایندگان معرفی کرد. جنرال محمد افضل لودین برای وزارت دفاع ملی. برام خدا سلام بر شما و مهمترین ها از یک خوش آمدید. من رئوف اجمل هستم. با ادریس تیموری با خبرهای ورزشی. دکانداران و کسبکاران در شهر کابل امروز فروشگاه ها و دکان هایشان را بستند. آنان در یک راهپیمایی اعتراضی قانون مالیات بر عایدات را ناعادلانه می خوانند و از وزارت مالیه می خواهند که تثبیت مالیاتی را در نواحی شهر کابل متوقف سازد. اما وزارت مالیه می گوید دکاندارانی که از مالیات فرار می کنند و نیت سوء استفاده دارند در چنین راهپیمایی دست زدند. تمیم شهر گزارش می دهد. به هدف نپرداختن مالی بلند گرد آمدند. مرگ به مفسدان و مافیاها شعارشان است. می خواهند وزارت مالیه تثبیت مالیاتیش را توقف کند. در غیر آن هشدار می دهند که راهپیماییشان را سر تا سری خواهند ساخت. پیشاوران مالیات و محصولهای ظالمانه و غیر عادلانه را نمیپذیرند. یک رپه مالیه جواز کاری بلند را نمیگیریم. پس از جنجالی شدن قدنامه ساحه پارک شهر نو را ترک می کنند. به چهارراهی پشتونستان می روند نزدیک وزارت مالیه و کاخ ریاست جمهوری. دکانها، خبازیها، هتلها در بسیاری بخشهای شهر کابل بسته هستند. صاحبانشان اعتصاب کردند که دولت مالیه بلند می خواهد. بسته بودن دکانها به ویژه خبازیها باشنده های شهر کابل را به مشکلات جدی روبرو ساخته بود. از طرف شورای وزیران تصویب شده غیر عادلانه است، نامتناسب است، باید تعویض شود. و همچنان در ایجاد خبازی ها شهروالی کابل فاصله را از بین برده، بی‌نظمی را به وجود میاره، محیط زیست آلوده میسازه و از لحاظ اقتصادی مفید نیست، باید این فاصله از بین برده شود. دکانداران از هر طرف از هر بخش گرد همایی بزرگ تشکیل میدهند. در اینجا نزدیکی کاخ ریاست جمهوری. هدف عمده ایشان آمدن تعدیل در ماده های 75 و 64 قانون مالیات بر عایدات است. وزارت مالیه میگوید که پس از چندین سال درجه بندی اصناف که نشان میدهد فروشات دکانداران چقدر افزایش یافته تا مالیه بلند بپردازند آغاز شده است و از سیستم کار گرفته می شود که هیچ کس فرار مالیاتی نداشته باشد. به خاطر از اینکه در کابل در امی سالهای گذشته ما یک سیستم منظم نداشتیم. مثلا در سال 1385 بسیار دکاندارا بودند که مالیه نمی دادن. ما همه را امسال تحت پوشش قرار دادیم. تحت پوشش واره گرفتیم. مثلا ما یعنی دکاندارای جدیدی که در سیستم مالیه داخل شدن، دکاندارایی که هیچ مالیه نمی دادن، اصلا هیچ مالیه نمی دادن، او را هم در سیستم راجستر کردیم، ثبت کردیم. هشدار می دهند که اگر به خواستایشان توجه نشود دکانهایشان بسته نگه داشته می شود و راهپیماییشان را توسعه خواهند داد. نامزد وزیر دفاع ملی نیز مشخص شد. ریاست جمهوری جنرال محمد افضل لودین را به عنوان نامزد برای پست وزارت دفاع ملی معرفی کرده است. در همین حال مجلس نمایندگان میگوید که اسناد 6 نامزد وزیر نهایی شده و قرار است آنان به روزهای چهارشنبه همین هفته و شنبه هفته پیشرو برنامه هایشان را به مجلس معرفی کنند. از سوی هم ریاست اجرایی ابراز امیدواری میکند که نامزد وزیران معرفی شده از مجلس نمایندگان رأی اعتماد بگیرند. نظرالدین مصلح. احمد چاوا در پست های گوناگون وزارت دفاع ملی کار کرده است و به تازگی به عنوان مشاور نظامی شورای امنیت ملی تعیین شده است. جنرال محمد افضل لودین فردی که به پست وزارت دفاع ملی نامزد شده است. اما تاکنون نامزدان دادگاه عالی، داستانی کل و بانک مرکزی مشخص نیستند.
مسئله ای که واکنش شماری از اعضای مجلس نمایندگان را به همراه شده است. مردم از بحران اقتصادی نجات بدن و رئیس افغانستان بانک معرفی بکنن. امروز عملا شما میبینیم که وضعیت پولی بازار همه خراب است، دستگاه عدلی و قضایی ما مهم است و مردم مشکلات خود دارن. اگر اینا در این راستا توجه کنن، خوب نکنن، من فکر میکنم که حکومت مشروعیت نداره. در مجلس مدارک نامزد وزیران معرفی شده زیر بررسی قرار دارند. تا کنون اسناد 6 نامزد وزیر نهایی شده و قرار است 3 تن آن به روز چهارشنبه برنامه هایشان را به اعضای مجلس با معرفی گیرند. امروز کمیته رئیس‌های ما بودند، تقریبا 6 تا وزیر کاغذهایشان کلیر شده. چهارشنبه بخیر ما در ایجندا گرفتیم که بخیر 3 تا وزیر سرپیه برنامه خود تشریح کنند. روز شنبه همچنان نمور 5 دیگهشان میاد تا او وقت اسنادهای دیگه وزیر خیبان برای ما میرسه. این طرف هم حکومت چشم انتظار به تصمیم مجلس دوخته است. انتظار دارد تا مجلس به تمامی نامزد وزیران پیشنهادی رأی تایید دهد. امیدوار هستیم که انشالله به زودی وزرای نامزد هم با عکس رأی اعتماد بیاین و در حالی که یک بار دیگه از همکاری همه معین صاحبا تشکر میکنیم. همه ما شما درک میکنیم که در این رابطه یک مشکلاتی وجود داشته. از سوی هم گفته میشود جنرال عتیق الله بریالی به عنوان رئیس ستاد ارتش ملی تعیین شده است. این همه در حال است که دستکم 20 وزارتخانه و ریاست‌های عمومی با سرپرست ها اداره می شوند، کاری که کمتر پیشینه داشته است. اما اکنون روشن نیست که نامزدان معرفی شده رأی اعتماد به دست می آورند و یا نه. منفعت ایران در توافق با 6 کشور بزرگ جهان تامین شده است. وزیر خارجه ایران میگوید که در گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 به اضافه 1 تهران از موضع قدرت صحبت کرده و تمامی منافع ایران و مردمش در نظر گرفته شده است. جواد ظریف در تازه‌ترین گفتگوی تلویزیونیش همچنان میگوید اگر توافق نهایی به دست بیاید، نه تنها که تمامی تحریم‌ها بر ایران برداشته می‌شود، بل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره محدودیت فعالیت‌های هسته‌ای تهران نیز لغو خواهد شد. از اینکه با ما هستین سپاسگزاریم. باقی وقتتان خوش، خداوند یار و یاورتان باد.